بشونه که تمام این هم بگین لطفاً. این اولین ماشینی بود که استفاده میکرد آقای دکتر. این بنز ماشینه، بعدش اینه که تمام اواخر استفاده میکرد. هفته دو جلسه میرفت دانشگاه، یه وقت ماشین خودش خراب میشه سر میکرد باید نیسان یه چیزی بره تا سر وقت سر کلاسش برسه. عجب. یه خروسی به کمک آقای دکتر اتاق در اومد بیرون، روشنای آقای دکتر میشینه سواز میخون، یاد گرفته و فضله نکنه. بعد از 10 سال این خروسه میمیره. عجب. آقای دکتر تو باغچه خاکش میکنه، این سنگ قبر رو مینویسه میذاره بالا سر این خروسه که اسمش چیجی بوده. از سال 1334 تا 44 تو این خونه زندگی کرده و آوازه باشکوهی میخونده. بسیار عالی، چقدر قشنگ. خوابه که آقای دکتر داشتن تو منزلشون میگفتن آدم ها وقتی که وقتشون رو صرف میکنن یک تابلو رو تماشا میکنن، حتما باید این تابلو پیامی بهشون بده. یکی از تابلویی که داشتن این، شما نگاه کنید، یه جمجمه است. وقتی دقت میکنید یه خانم نشسته به صندلی، بله، لوازم آرایش روش عکسش افتاده تو. بله بله دقیقاً. برداشت آقای دکتر از این تابلو بود که میگفتن آدم‌ها تو اوج زیبایی، تو اوج قدرت، تو اوج ثروت که هستن، همیشه باید مرگ و نزدیک‌ترین چیز به خودشون بدونن. بله. و بدونن همه اونا رفتنی هستش. چقدر قشنگ. یا این حضرت مسیح، زمانی که حضرت مسیح رو به صلیب می‌کشن، بله، روی تخت سنگ میخوابوننشون، اهالی اون ده که احترام خاصی برای حضرت مسیح قائل بودن، میان یه دستمالی رو میزنن صورت حضرت مسیح. بله بله درسته. دستمال ورونیکا. صبح که میان میبینن جنازه غیب شده، عکس صورت حضرت مسیح افتاده بوده روی دستمال. حالا این نقاشی طوری، این نقاشی رو کشته، شما تو دو جهت به چشماش نگاه بکنی، یه بار چشماش بازه، یه بار چشماش بسته است. آها بله. عجب. چه جالب. عصاهایی که سالهای مختلف از این عصاها استفاده کردن. عصاهای آقای دکتر. بله. اینها چی بوده؟ گردسوزا و فانوسا، جایی که اون موقعی که برق نبوده با این اتاق رو روشن نگه می‌داشتن. آها. مال همه شون متعلق به خود آقای دکتر بوده. چوبای اسکی شون. چوبای اسکی آقای دکتر حسابی. پروفسور حسابی. بله. لوله هستش اینا. سالها بالای کمد آقای دکتر افتاده بود که بچه ها میخواستن توشون نگاه بکنن، میگفتن یه چیز بیارزشی توش. این وقتی آقای دکتر پاک کردن اینا رو، باز کردن، دیدن تمام این مدارکشون لوله شده داخل این قوطی ها گذاشته. مدارکشون رو گذاشته. زیاد برای مدارکشون ارزش قائل نبودن. عجب. هدیه هایی که بهشون میدادن سالهای مختلف، جاهایی که میرفتن، هدیه هایی که بهشون میدادن. عجب. این سنگ ها چیه؟ اینا نمونه سنگ های زمین شناسی شونده، مهندسی معدن گرفته بودن نمونه سنگ های زمین شناسی شونده. کار خود آقای دکتر هستش. درار بای پروفسور حسابی. بچه ها رو از کوچولویی می بردن داخل این کارگاه که بچه ها رو با ابزار و آچار و این چیز آشنا بکنن. نکس کارگاه آقای دکتر. آره، هفسین فیزیکی آقای دکتر. هفت‌سین فیزیکی آقای دکتر حسابی. بله. اینا چیه؟ هم کلاسی های آقای دکتر. آخه از این هدیه‌ای که بهشون میدادن، کتابی که تو دانشگاه تدریس میکردن در خودشون بنوشتن. بله. لباس وزارتشون زمانی که وزیر فرهنگ بودن. بله. این لباس فارغ التحصیلیشونه. بله دقیقاً. کچراره رسمی که جای مختلف استفاده میکردن، دوگمه های سردستشون، کیف هایی که تو جیبیشون میذاشتن، راب به شما که تحیات میپوشیدن. بسیار عالی. نهایده مجلس بودن. بله. دارم کشورهای مختلف آوردن، این شطرنج و جاسیگاریه، همینجور اون گرد و شکن رو از هندوستان آوردن. این شطرنج رو از اسپانیا آوردن. اونجا دیدید گاوه خیلی دوست دارم. بله. به جای اسب این هم از گاوه استفاده کنن دیگه، اسب نداره. آها درست. سیگار از روسیه بهشون هدیه داده. آها. اسب و بازی سیگار بچه هاشون میگرفتن. نقشه های جاده بوشهر بندرلنگه است که رفته بودن نقشه برداری بکنن، بهشون 5 تا قاتل داده بودن با 3 تا تفنگچی که برای نقشه کشی بکنه. چه جاله. این دندون ارماهیه، با
بوشهری ها داده بودم به آقای دکتری که همراهشون باشه. میگفتم خوشی آمه. عجب. اولین رادیویی که آقای دکتر ساختم موقع برق نبوده. خودشون کدوم الان آقای دکتر؟ ما اینکی هست این وسط. اینکی اون وسط آقای دکتره. بله. با این شیشه ها باتری درست کردم. همه رو سری کردم دادم به رادیویی که صدای روسیه رو میاده. آها. این هم کار دست خودشون کردم. یه پریز سوخته استفاده میکردم. جاسوسانه درست میکردم. خلاقیت هم داشته آقای دکتر. یه مدره لوازم و آزمایشگاهشون رو هستش که لابراتوری عینک هایی که سال های مختلف از این عینک ها استفاده کردن. هیز گلاس خیلی چشای ضعیف بود جدن؟ بله چه بوده؟ الان مثل الان پلاستیک نبوده که سبک باشه. بسیار هم سنگینی بینی های آقای دکتر زخم میکرد. همیشه پسرش پدایی میذاشت که زخم نکنه رو بینی هاشو. آخ اول بیمارستان خصوصی آقای دکتری که این بیمارستان هم تو خیابان شاپور بود. بله. که بعد سالهای بیمارستان خراب شد البته. اسم این بیمارستان هم اسم مادرش نگوشته بودم گوهر شده حسابی. گوهر شده حسابی. آقای دکتر معمولا دارو میخوردن. بله. بخاطر اینکه یادشون نره داروشون رو بخورن جعبه رو درست کردن روش یادداشت نوشتن چسبوندن داروهاشون رو تقسیم میکردن تو این جعبه ها. وقتی یادش میرفت میومد در کشور باز میکرد نگاه میکرد اگه بود میخورد اگه نبودم که حتما خورد. آها. آره. این سنگا چطور؟ میدن اون هر جایی میرفتن تو ساحل جمع آوری میکردن. بخاری خاکرهیه. موقعی که نفت و گاز این چیزا نبوده با این اتاقا رو گرم نگه میداشتن. بسیار عالی. مقبره آقای دکتر توی تفرشه. تفرشه شهر کوچولو ما بین عراق و قمه. جد مادری آقای دکتر یه خانومی بوده به نام هاشتوبا خانوم. هاشتوبا خانوم سید بوده با سواد بوده اون زمان قدیم مکتب خونه داشته به دختر و پسر درس میداده از تفرشی ها بهش اعتقاد داشتن. میگفتن آب داخوندی هاشتوبا خانوم وقتی مریض میخورد خوب میشه. عجب. وقتی فوت میکنه هاشتوبا خانوم تفرشی هاشون بهش اعتقاد داشتن براش یه مقبره درست میکنن. خب که بعد سالها که میگذره آقای دکتر میگم ما یه همچین مقبره از جدمون داریم میان پیدا میکنم به صورت تپه خاک در اومده بوده. خود آقای دکتر به کمک معماری که داشت میاد مقبرهش رو بازسازی میکنه. زمانی که حاضر میشه به پسرش میگه که اینجا حاضر شده. اگه وقتی برای من اتفاقی افتاد دیگه مشکلی نداری. عجب. آره چون آقای دکتر تو ژنو فوت کردن تو سوئیس فوت کردن. برای عمل قلبشون رفته بودن اونجا. عجب. روزه آخر عمرشون گروه های زیادی می آمدن پیشنهاد می کنن که اجازه بدید شما تو عروس دانشمندا یا مشاهیر تو اروپا خاکتون بکنن. که وقتی می رفتم به پسرشون می گفتم حرف اینا رو گوش نکن هر وقت من فوت کردم جای من تو مقبره هاش تو بخوام تو تفرشه. عجب. این تشییع جنازه جلدار منزلشونه. نماز میتی که تو دانشگاه براشون می خوندن. بله. اینجا حدودا 45 کیلومتر تفرشه که مردم اومده بودن هستن. عجب. میدادشون همیشه تا انتها میتراشید. یه وقتی کوچولو میشد تو دست جا نمیشد این لوله ها رو میذاشتن داخل این لوله ها که اندازه دستشون بشه بود. بازم بشه استفادهش کرد. حالا تشریف میدید اینجا من براتون توضیح بدم این قسمت ها رو به جیبشونه. معمولا کاراشون رو تو تقویم جیبشون یادداشت میکردن. بله. گرامایی که سالهای مختلف از این گرام ها استفاده کردن. دوربینایی که سفرهای مختلف می‌بردن فیلم و عکس و این چیزا می‌گرفتن همش کار خودشون بود. حرف معکوس این دستگاه رو گرفته بودن عکساشون هم خودشون ظاهر می‌کردن با این دستگاه. اینا که من نداشته بودم خوبی خانم سلام خوبی خوب آجرای یه منزلی که آقای دکتر توش به دنیا آمده این منزل تو خیابون شاپور البته اینجا شهرداری گرفته درست کرده قربان یه مرکز فرهنگ داره استفاده میکنه. این فرش؟ این فرش هم هدیه از آقای امرالهی رئیس سازمان جنتم بود که به آقای دکتر هدیه بود. این هم باز از همون بخاری هاست. این خاک هیزومی شه که اتاقا رو گرم گرم داشتم. ساعت هایی که ساله مختلف از این ساعت های استفاده کردن. بله درست. این چیه؟ قطار داشته آقای دکتر؟ آقای دکتر آلمانی بلد نبودن. خب دعوتشون میکنن کمپانی مرسدس بنز رو برن بازی بکنن. بله. قسمت اسباب بازی بچه ها جدا بود.
وقتی پسرش میره با اونا بازی میکنه، لنگه این قطار رو اونجا میبینه. میاد به آقای دکتر میگه که من این فنر قطار رو گم کردم، گوشه یه گم کردم، آدرس بگیرم این خانم آلمانی، برم بندازم رو قطارم، قطارم راه بیفته. واسه آقای دکتر 5-6 زبون خیلی روان بلد بودم، با یه خانم آلمانی صحبت میکنم، خانم نمیفهمه چی میگه، عصبانی میشه، کلاشو برمیداره میذاره رو میز، برمیگرد به پسرش میگه من چه جوری به این خانم زبون نفهم و آلمانی حالی کنم که فنر چرخ لوکوموتیو ایرج رو میخوام. میگم یه ساعت ما پانتومیم بازی کردیم، ادا در آوردیم، صدای قطار در آوردیم، این خانم فهمید ما چی میخوام، آدرس رفتیم فنر رو گرفتیم. آقای دکتر تصمیم آلمانی یاد بگیرم، از کتاب پیش دبستانی شروع کردم آلمانی یاد گرفتم تا سن 90 سالگی. حالا مکاتباتی که داشتم خیلی از این آلمانی ها میگفتم من نمیفهمم شما چی میگه، باید بریم به کتاب راهنما رجوع بکنیم ببینیم شما چی نوشتید. خیلی سخت مسئله. آره این کتاب های دستخطه خود آقای دکتر. عجب. آلمانی یاد گرفتن آقای دکتر از این قطاری شروع شد. اینه لوازم خیاطی خصوصی آقای دکتر. احترامی که برای همسرش قائل بود هیچ فرد لباس زیرشون نمیداد به خانمش بدوزه، سب میکرد تا ایشون بخواه با این لوازم لباس زیرشون رو میدوخته. باریکه یه گربه بود که این گربه اصیل ایرانی هست، توی سفری تو راه اصفهان آقای دکتر پیدا میکنه. این گربه عادت کرده بود آقای دکتر، رنگش هم دودی بود، اسمش رو میذاره آدودی، آقای دودی. گربه عادت کرده، وقتی آقای دکتر به تئوری اشکار میکرد، بعد 2-3 ساعت این گربه متوجه میشه که آقای دکتر خسته شده، میواد خودش رو هم میکرد روی پوشایی که رو میزشونه، پای گربه هست. بله آقای دکتر بل میکنن میرم مثلا یه چایی چیزی استراحت میکنن، دوباره میوادن سر کارش. واسه که این گربه با آقای دکتر داشتن. بعد این سینی چیه؟ سینی خود مهمونیشون؟ بله منزلشون استفاده میکرد. این هم دیگه نیاز به توضیح نداره، قاشق چنگاله و زندگی آقای دکتر بوده. بسیار عالی. حیواناتی که از اون زمان آقای دکتر بوده الان هم هستش، الان هم پسرش اینا رو حفظ کرده، تا الان هم یا جایگزین کرده یا بچه های همون هاست. تابوس و کاسکو و همینم قرقابل و بسیار عالی، چقدر خوب. همچه و مرغش و انواعی پرنده ها رو هنوز هم دارم. باباشون هم که همین باقی که اینجاست، خودشون معمولا از این برام برای آوردن کاشتن. نیلوفر آبی تو مرداب روش میکنه، اینا رو اما اصلا دارم آوردن کاشتن تو حوض اینجا. کار خود استاد بوده. این تبلیغ نمایندگی مجلس آقای دکتری که نفر چهارم ترابیش هم باید تبلیغ آخه. آره چقدر جالب. بعد این گهواره کیه؟ این همون بچه هاشون خودشون درست میکردن، یه جورایی خراب میشه درست کار میکردن، کار دست خودشون بوده. و اینا هم که کار دستی هایی که همسر آقای دکتر برای نواهاشون درست میکردن. بسیار عالی. گلگیه ها، تخمایی گلگیه هایی که هر جایی میرفتن میزشن لیه کاغذ میزشن جیبش رو میابرن اونجا میکاشن. خیلی عالی، خیلی عالی. سنگ های ترازو و با هم ترازو رو تو منظرشون استفاده میکردن. خیلی قدیم سنگ ها به جایی که گرم باشه همشون سیر بود، مثلا 20 سیر، 10 سیر، 5 سیر. بعد که گرم اومد این سنگ ها رو هم که خودشون تنظیم کردن، وزنش روش یاد داشت نوشتن چسبوندن که یادشون از سنگ های ترازوشون. بسیار عالی.